خوشحال میشم که ویدیوهای ما رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. رژیم ماکروبیوتیک مفاهیم زیادی داره و قوانین و اهداف و مرحله تعادل سازی جسم همراه با روح رژیم ماکروبیوتیک هدف دوری از مواد سمی رو داره که باعث چاقی میشه و اونها گوشت قرمز و مواد چرب رو سمی میدونن. این رژیم حاوی غلات و سبزیجاته و یک رژیم محدود کننده است و در بسیاری از انواع این رژیم در محدود کردن غذاها بسیار شدید عمل میکنه و گاهی اوقات مصرف غذاهای پخته شده رو کاهش میده و مصرف نوشیدنی ها رو نیز محدود میکنه و میتوان گفت که این رژیم نسبتاً محدود کننده محسوب میشه. سوال دیگه ای که پیش میاد اینه که آیا رژیم ماکروبیوتیک همون گیاهخواریه؟ لزوماً نه، این رژیم با گیاهخواری تفاوت داره اما شباهت بسیاری داره و برای این رژیم میتوان مقدار کمی از بوش رو استفاده کرد اما میزانش محدوده. میوه و سبزیجات اون نیز از گیاهخواری کمتره، مثلا گوجه، سیب زمینی، بادمجان، فلفل، اسفناج، چغندر، آووکادو در اون کمتر مصرف میشه. سوالی که پیش میاد اینه که آیا رژیم ماکروبیوتیک از متدهای خاصی برای پخت غذا استفاده میکنه؟ این رژیم به شما پیشنهاد میکنه که با ماهی تابه و قابلمه خداحافظی کنید و در اونها بهتر از استیلهای ضد زنگ و سرامیک استفاده کنید تا قادر به آبپز کردن غذا باشن. انواع غذاهایی که طبق نوع شخصیتتون اجازه خوردن اونها رو دارید عوامل زیادی رو شامل میشه. این عوامل میتونن تعیین کننده غذاهای مصرفی شما باشه که شامل وضعیت سلامتیتون، جنسیتتون، سنتون و محل زندگیتونه. چه کسانی نباید از رژیم ماکروبیوتیک استفاده کنن؟ افرادی که بیماری قلبی دارن، افرادی که دیابت دارن و افرادی که در خطر بیماری‌های سرطان هستن. رژیم ماکروبیوتیک چه غذاهایی رو شامل میشه؟ رژیم ماکروبیوتیک بر روی غلات کامل و مواد ارگانیک تمرکز داره و تقریبا 50% از غذای مصرفی روزانه افراد رو غلات کامل تشکیل میده که شامل گندم، برنج قهوه‌ای، کینوا و برنج وحشیه. همچنین این رژیم در فصل‌های مختلف مورد استفاده قرار میگیره و 1/3 از این رژیم رو تشکیل میده. سبزیجات مصرفی در این رژیم شامل کلم، بروکلی، کدو تنبل، پیاز، لوبیا، هویج و کاهوه. دیگر موارد مصرفی در طول روز شامل لوبیا، محصولات سویا، سبزیجات دریایی، روغن سبزیجات، میوه و نمک دریاست. مواد ارگانیک در این رژیم شامل دانه هر نوع میوه، آجیل، خیار، کلم و کاهوه. غذاهایی نیز توسط این رژیم به ندرت مصرف میشه، مثل ماهی، غذاهای دریایی، لبنیات، تخم مرغ و گوشت قرمز. غذاهایی که کلا باید کنار گذاشته بشه مثل سبزیجات، فلفل، گوجه، نوشیدنی‌های کافئین دار، غذاهای فرآوری شده مثل نان سفید و کلوچه، هر غذایی با مواد مصنوعی، نوشابه، قند و محصولات قندی، وانیل، میوه‌های پرکالری مثل آناناس، غذاهای تند و داغ و سیر. در این رژیم باید رفتارهای خودتون رو کنترل کنید. مثلا هر زمان که گرسنه شدید سر خود رو با تلویزیون دیدن پرت کنید و سعی کنید کارهایی انجام بدید که به غیر از خوردن بتونه شما رو در مواقع گرسنگی آروم کنه. فواید رژیم ماکروبیوتیک: این رژیم به طور گسترده میتونه غذاهای فرآوری شده رو از مصرف روزانه شما حذف کنه و همچنین غلات و حبوبات رو به اون اضافه کنه. به همین دلیل دنبال کردن این رژیم باعث میشه که تغییر چشمگیری در وزن داشته باشید و خطر ابتلا به بیماری‌هایی مثل دیابت نوع 2 رو کاهش میده. افزایش مصرف سبزیجات در این رژیم باعث بالا رفتن سطح آنتی اکسیدان و غذاهای مغذی در رژیم شما میشه که میتونه خطر ابتلا به سرطان و بیماری‌های قلبی رو کاهش بده. افراد با مصرف این رژیم 20% از خطر ابتلا به سرطان رو کاهش میدن. از فوایدش: یک رژیم ضد التهابه. یک رژیم کاملا ضد حساسیت و ضد التهابه و باعث میشه که افراد در طول اون احساس آرامش بیشتری از لحاظ جسمی داشته باشن. همچنین سبزیجات، میوه و غلات کامل جز غذاهای تقویتی و ضد التهابه و حساسیتی رو برای فرد ایجاد نمیکنه. 2. قوی شدن ذهن و بدن و اتصال روحی. برای به دست آوردن یک رژیم مناسب، فرد شروع به انجام دستورالعمل‌هایی در بدن میکنه. مثلا احساس خوبی پیدا میکنه و از لحاظ جسمی سرحالتره و بنابراین فرد باید با دنبال کردن این رژیم میتونه تعادل رو در بدنش از لحاظ روحی و مغزی پیدا کنه. این رژیم باید به بدن شما احساس خوب بده، نه اینکه فقط شما رو گرسنه نگه داره و آشفته کنه. این رژیم به معنای ضعیف کردن شما نیست و آموزش میده که چگونه با فکر خود عادت پرخوری رو رعایت کنید. 3. این رژیم به شدت با طبیعت مرتبطه. حذف غذاهای فرآوری شده یکی دیگه از فوایده که در روحیه افراد تأثیر میذاره. چربی های حیوانی، لبنیات، شکلات، سیب زمینی، گوجه فرنگی، بادمجان، فلفل، آووکادو و غذاهای تند باعث میشه که افراد رفتار تندتری داشته باشن.
اما جایگزینش با سبزیجات و میوه ها میتونه احساس آرامش رو به فرد منتقل کنه و به همین دلیله که میگیم ورژن ماکروبیوتیک میتونه ارتباط دوباره شما رو با طبیعت برقرار کنه. پس دیگه باید با ابزارهایی مثل ماکروویو و غذاهای فراوری شده خداحافظی کنید و به شما یاد میده که هوشمندانه غذا بخورید. یاد میگه در مورد تمام غذاهای مصرفی خودتون دقت بالا رو به خرج بدید و یاد میده که چگونه همیشه از غذاهای سالم استفاده کنید. البته این رژیم عوارض جانبی و اثرات جانبی هم داره. حتما این عبارت رو شنیدید که زیاد خوردن به معنای خوب خوردن نیست، اما کم خوردن هم به معنای خوب خوردن نیست. این رژیم کاملا یک رژیم گیاهخواریه و به همین دلیل افراد رعایت اون رو سخت می‌بینن. رژیم ماکروبیوتیک مقدار محدود کننده ایه و میتونه باعث کاهش رسیدن ویتامین های ضروری مثل ویتامین B12 و مواد مغذی مثل کلسیم بشه و همچنین میتونه خطر ابتلا به سوء تغذیه رو بالا ببره. و کلیدی ترین نکته اینجاست که چگونه رژیم ماکروبیوتیک رو آغاز کنید. نکته کلیدی اینجاست که این رژیم رو به تدریج در پیش بگیرید و قبل از هر چیزی باید مصرف غذاهای پرکالری رو محدود کنید و کم کم به حذف قندها و محصولات حیوانی بپردازید. هوشیارانه عمل کنید و ناگهان به بدنتون شوک وارد نکنید. حذف کردن غذاهای خاص به طور ناگهانی برای بدن شما یک پروسه تدریجی خواهد بود. پس عجله نکنید و قبل از هر چیزی حتما با پزشک خودتون مشورت کنید. مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو و تا ویدیوی بعدی. شب و روزتون خوش و خدایا نگهدارتون.